آقای سمی، شما فکر میکنید که به همین شکل پیش میره یا اینکه 2016 خیلی متفاوت بود با امسال؟ حالا راستش رو بخواین از 2016 به بعد به من یاد داده شد که هیچ چیزی رو پیش بینی نکنید تا زمانی که تمام آرا شمرده بشه، برای اینکه انقدر 2016 به یک طرف رفت و 2020 به طرف مقابل برگشت، من این رو یاد گرفتم که تا تمامی آرا، الان به فرض چیزی که در ایالت آریزونا بسیار حائز اهمیت شده این هست که لایحه‌ای اونجا بود در موافقت با اینکه پایان خودخواسته بارداری به دست خود بانوان باشه، اون لایحه برنده شد. نشانگر چیست؟ نشانگر این هست که اونهایی که به اون لایحه رأی دادن علاقمند به خانم هریس بودن و نه آقای ترامپ. ولی اونها، اون مردم در کجا بیشتر زندگی میکنن؟ در این منطقه و در این منطقه بالایی ایالت آریزونا. آرای اینجا الان فقط در حدود 48% شمرده شده. پس یعنی شمارش بیشتر آرا ممکنه که این نظرها رو عوض بکنه. به همون خاطر هست که من واقعا فکر میکنم که یه چند ساعت دیگری در خدمتتون هستیم. خانم پزشک، نکته‌ای داشتید؟ من یه نکته بگم. آقای سمی، یه چیزی که من نگران میکنه در این مورد اینه که توی فلوریدا 57% به اون نظری که خواسته بودن برای پایان خودخواسته بارداری، برای اون حق رأی دادن، اون رفراندومی که بود 57%، ولی آقای ترامپ با اختلاف خیلی زیادتری فلوریدا رو برد. یعنی کسانی بودن که پایان خودخواسته بارداری رو موافق اون حق بودن و به اون رأی دادن، ولی همون آدم ها از جمله همون زنان به آقای ترامپ و جی دی ونس که مسلماً اون رأی رو به رسمیت نمیشناسن، به اونها رأی دادن. یعنی احتمالاً اونجا نکته دیگه‌ای شاید براشون مهم بوده، شاید اقتصاد مد نظرشون بوده، یعنی یا مهاجرت. که الان این نکته خاص باعث میشه که آدم نتونه اونقدر مطمئن باشه که حق پایان خودخواسته بارداری میتونه لزوماً جایی که آقای ترامپ رو فقط یک تفاوت داره. در فلوریدا نظرسنجی‌ها در طول مدت انتخابات یا در طول مدت این دوره کمپین، نظرسنجی ها همیشه با 10 امتیاز یا به اضافه 10 امتیاز به نفع ترامپ بوده. ولی در ایالت آریزونا نظرسنجی ها با 0.5% و یا 0.6%، حالا به طرف هر کدومشون چرخیده. به همون خاطر هست که عرض میکنم تعداد رای دهنده ها و این تفاوت آراء کامل یه مقداری هنوز جایی هست. اندکی صبر کنیم ببینیم که به کجا ختم میشه. ممنون از هر دوی شما، خانم فرشته پزشک و آقای شایان سمیعی.